هفته گذشته که یکی دو روز از انتشار این مجموعه تازه اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گذشت که در درون آن شماری از تلگراف‌ها و اسناد مربوط به CIA در جریان کودتای 1332 و 1953 آمده بود، من اشاره کردم که این مجموعه اسناد دارای جنبه‌های تازه‌ای هم هست. همه اسناد تازه نیست، ولی اشاره خواهم کرد که چه جنبه‌های تازه است و برخی از نمونه‌ها رو در برنامه با آقای مهری همین چهارشنبه گذشته در برنامه برگی از تاریخ برشمردم و شماری از اونها رو خواندم، بسیار اندک. و در این چند روز گذشته این زمان رو در دست داشتم که همه این اسناد رو، کمتر از 400 سند هست، نزدیک 1000 صفحه، اینها رو بررسی کنم و ببینم که چه اسنادی اسناد تازه است یا کدام یک از اسناد تازه تر شده، بخشایی که از میان برده بودند به اونها افسودند، و در برنامه های اینها رو با شما در میان خواهم نهاد. اما گله من از این است که پس از سخنان کوتاه من در مورد این اسناد، دوباره تب گروهی از آدم هایی که نام مصدق رو که میشنوند فکر میکنند که یا 28 مرداد رو باید طغیان بکنند، تب اینها بلغمی شد. یعنی دوباره خروش کردند و گفتند که محمد امینی در این زمینه دروغ ساخته، تاریخ ساخته و امینی است که این بار سوداگری با تاریخ کرده و این اسناد تازگی نداره. یکی دو نفر هم برای من ایمیل فرستادن که آقای امینی، شما کی دست از سر این جنازه دکتر مصدق بر می‌دارید و ول می‌کنید این ماجرای کربلای 28 مرداد رو؟ یکی از ایرانیانی که سخت هوادار آقای کاشانی و فرزند ایشون آقای محمود کاشانی است، یک نامه بلند بالایی برای بنده فرستاد که شما دست از این اسطوره بیپایه و بیمایه مصدق کید برمیدارید؟ چرا این همه از این آدمی که هیچ ارزشی در تاریخ ایران نداشته این همه ستایش میکنید؟ این است که من در بخش نخست برنامه میخواهم به این مسئله بپردازم و بگویم که چرا باید ما ایرانیان یاد این مرد و یاد این رویداد رو، چگونگی فراز او رو به نخست وزیری و چگونگی فرود او رو از نخست وزیری زنده نگه بداریم. جالب اینجاست که این آدم هایی که از دو سوی، از سوی مخالفان مصدق از جبهه هواداران رژیم گذشته، البته بسیاری از هواداران رژیم گذشته از این کارها نمی کنند، آدم های معقولی هستند یا معقولی شدند، ولی هستند آدم هایی که حالا یا به دلیل پولی که می گیرند یا به دلیل موقعیتی که دارند یا به دلیل جنبه عوام فریبی و کارهایی که می کنند به این می پردازند. گروهی هم در پیرامون هواداران جمهوری اسلامی، هواداران رهبران دینی، کاشانی، فدایان اسلام و دیگران، اونها هم در سودای ویران کردن این یادگار دوران بسیار مهم تاریخ ایران هستند، یعنی زنده یاد محمد مصدق. و جالب اینجاست که در هر دو سوی این نقد، هنگامی که به خود من خورده میگیرند، این است که شما چرا دست از سر این اسطوره بر نمیدارید. یک بار این گفتگو رو با یکی از دوستان چپ در اروپا داشتم که شما چرا دست میبرید به 50 سال پیش، هی میرید به مصدق میپردازید. گفتم خب شما که 150 سال پیش به مارکس هنوز میپردازید. آخه این که بحث نشد که چون ما به تاریخ میریم این تاریخ بده. هر کسی در تاریخ در جستجوی یافتن کسانی است که در راستایی به چشماندازی که امروز به او میاندیشه، به او میپردازه، به آن میپردازه، در راستای این چشمنداز اون آدم ها رو از این جنس، از این دسته میدانه. خب طبیعی است آدمی که باور به یک حکومت دینی داره باز میگردد در تاریخ، حالا به مصدق خورده میگیرند که این جنازه تاریخ بوده، برمیگردن جنازه های تاریخ هزار خود سال پیش رو، امام حسین و امام جعفر صادق و عرض کنم که فلان
آخوندی که فلان حرف رو در 500 سال پیش زده اینها رو زنده میکنن، از اینها بهره میگیرند. ملا احمد نراقی درباره ولایت فقیه نوشته، بنابراین ولایت فقیه درسته، ولی اگر ما برویم 50 سال پیش، 40 سال پیش از مصدق یاد کنیم، اینها جنازه تاریخه. ولی مهر تربت شهدای کربلا رو به مردم فروختن به دروغ، این مهری که این تربتی که تموم نمیشه، اینها دست بردن به جنازه تاریخ نیست. یا اونی آن آدمی که هنوز در مورد رضا شاه بدون واژه کبیر نمیتونه صحبت کنه، انتقادی رو به رضا شاه نمیتونه بپذیره، مصدق رو جنازه تاریخ میدونه. خود اینها جنازه های تاریخی رو که باش نزدیک هستند زنده میکنند و به رخ ما میکشند، ولی به من خورده میگیرند که شما دست از سر این جنازه های تاریخ و این کربلای 28 مرداد بر نمیدارید. اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا از این جهت به راستی تازگی داره که برای نخستین بار است که در یک مجموعه بازسازی شده شماری از آنچه که ما میدانستیم و بسیاری بر اون آگاه بودند امروز به طور مستند و رسمی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا پخش شده و این بسیار مهم است، به ویژه اینکه این اتهام رو با آقای اوباما نمیتونن بزنن که این اسناد رو منتشر کرده برای نزدیک شدن به جمهوری اسلامی. در دوران آقای اوباما از انتشار این اسناد جلوگیری شد و در دوران آقای ترامپ هست که این اسناد منتشر شد. حالا چرا این اسناد در این دوره منتشر شده؟ من دنبال توری های توتعی نیستم، ولی یه دوستی میگفت که شاید از این دیدگاه باشه که خب خیلی ها امروز از این سخن میگویند که دولت روسیه در انتخابات داخلی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دخالت داشته و شاید میخواهند این پیام رو برسانند که ما هم در انتخابات و در سیاست و در فراز و فرود دولت ها در کشورهای دیگر دست داشتیم، بنابراین چیز مهمی نیست. که منطقی در این بحث میتواند وجود داشته باشد، اما من به این نمیپردازم. این اسناد از این جهت که بسیاری از دانایی ها و دانسته های ما رو از گذشته، آنهایی که دسترسی بهش داشتیم رو یا در دسترس ما اینجا اونجا بوده از راه های گوناگون، اینها رو تایید میکنه، دارای جنبه بسیار بسیار مهمی است. دو دیگر این که در میان این اسناد شماری از این اسناد بازسازی شده، یعنی بخشایی که پیشتر محرمانه بوده اینها غیر محرمانه شده و به چاپ رسیده. سه دیگر این که در میان این اسناد تازه به چشم میخورد، از جمله سندی که من در برنامه با آقای مهری نشان دادم، سندی که در درست شامگاه زمانی که آقای نصیری، البته در برنامه با ایشون به نادرست گفتم باتمان قلیچ، این رو به حساب شتاب من در اون گفتگو بگذارید، ولی هنگامی است که نصیری دو فرمان شاه رو به خانه مصدق که کاخ نخست وزیری هم بوده در نیمه شب میبرد. چند ساعت پیش از این رساندن این فرمان بر کناری مصدق، ستاد CIA به یعنی مرکز CIA در ایران به ستاد CIA در لنگلی تلگراف زده و البته تلگراف رو هم با این عنوان، البته به زبان انگلیسی با واژه‌های انگلیسی لاتین، الحمدلله خدا رو شکر که بله بالاخره شاه فرمان ها رو امضا کرده، این فرمان ها در اختیار آقای زاهدی است و امشب نیمه شب اینها به اجرا گذاشته خواهد شد. ببینید CIA از این موضوع آگاهی داره، یعنی CIA با زاهدی در تماس بوده و میگوید که نصیری این فرمان ها رو برای ما آورد، دیروز آورد، یک روز قبل اینها رو به سفارت آورده، اونها ویلبر هم گفته بوده که در گاف صندوق قرار داده بودن. مطمئن ما مستند قطعی این رو از سوی مرکز CIA در ایران نداشتیم، در این مجموعه که منتشر شده این آمده. اسناد دیگری در این میان هست، یکی از سندهای بسیار جالب در مورد این است که اینها دریافتند در فردای روز نهم اسفند، ماجرای معروف بلوای نه اسفند که دی ریختند و میخواستند مصدق رو به بهانه اینکه او میخواهد شاه رو از ایران خارج کنه، بهانه ساختگی، من در نوشتارهای خودم اسناد اون رو نشون دادم،
ریختن به میخواستن اصلا مصدق رو بکشند و بسیار شرایط ناگواری به وجود آمده بود. در فردای اون روز یعنی در دهم اسفند همین ستاد سیای در ایران گزارش بسیار بلند بالایی رو برای ستاد در یعنی یا تشکیلات سیای در ایران برای ستاد در لهنگلی فرستاده در ویرجینیا که گزارش میدهد که آدمی که باید روش حساب کرد کاشانی است و بعد اسناد زیادی در دست ماست، چه در این مجموعه چه در مجموعه دیگر، که تا چه پایه اینها توانستند کاشانی رو نه تنها از مصدق دور کنند چون دور شده بود، بلکه کاشانی رو به چهره اصلی بلوا و شورش و مقاومت در برابر مصدق تبدیل کنند، دریافته بودن این موضوع. بر روی این مجموعه مجموعه خواندنی است و من بران هستم که در یک کاری که شاید تا هفته آینده بیرون بدهم در یه رشته نوشتارهای رسانه‌ای نگاهی داشته باشم به این اسناد و چگونگی تدارک در واقع رویداد 28 مرداد رو با آگاهی همیهنان برسونم. البته در این باره خیلی ها نوشتن، ولی حالا که اسناد بیشتری در دست ماست ما میتوانیم با قاطعیت در این باره داوری کنیم. اما به نقد اساسی که در این زمینه هست میپردازم. آیا برگشتن و نگاه کردن و برجسته کردن زنده یاد مصدق اسطوره‌سازی بی‌پایه از تاریخ است؟ آیا ما داریم جنازه های تاریخ رو زنده می کنیم؟ برگردید و نگاه کنید، بازگردید و نگاه کنید، بنگرید به نه تنها فرهنگ و تاریخ ایران و چالش سیاسی امروز ایران، نگاه کنید به تاریخ و فرهنگ کشورهای دیگر، همین ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ببینید در گفتمان سیاسی امروز این کشورها هم شخصیت‌های تاریخی دارای ارزش بازبینی برای مصرف امروز هستند. یعنی آن کسی که باز می‌گردد در تاریخ فرانسه آدمی رو برجسته می‌کند که این آدم به بردباری دینی و سیاسی باور داشته، می‌خواهد بردباری سیاسی و دینی امروز رو به جامعه برساند. به این معنا نیست که همان کار رو میخواهد تکرار کند. این که در ایالات متحده آمریکا کسانی که از آزادی ها صحبت میکنند و جلوگیری از محدود شدن روزنامه نگاری رو یا محکوم کردن روزنامه نگاران رو از سوی دولت کنونی ایالات متحده آمریکا بهش نقد میکنند و از اون آزار میبینند و باز میگردند به تاریخ و نمونه های روزنامه نگاری آزاد رو در جامعه ایران، جامعه آمریکا برای ما بازگو میکنن، شخصیت های اون دوره رو زنده میکنن، جنازه تاریخ زنده کردن نیست یا جنازه از تاریخ کاویدن نیست، بلکه اینها یادآوری به مردم امروز است که ما در تاریخ هم نشانه هایی از این رفتار نیک و بد داشتیم و باید از اونها پرهیز کنیم. بی جهت نیست که در آلمان هر گونه تبلیغات به سود هیتلر و نازی ها غیر قانونی است. بی جهت نیست که هر سال ما باید به یاد بیاوریم که بیش از 6 میلیون یهودی در جنایاتی که نازی ها از دست دادن پرپر شدند. و این داغ تاریخ رو زنده کردن نیست، یادآوری یک درد تاریخی است که هیچگاه ما نباید از یاد ببریم. نگاه کنید چند ماه پیش دوباره سالگرد کشتار دردناک ارامنه ارمنیان به دست پانترکیست ها، به دست ترک های جوان بود و کسانی میگویند این درد تاریخی رو فراموش کنیم، به زندگی امروز بپردازیم. نه، ما این درد تاریخی رو نباید فراموش کنیم. ما جنایات تاریخ رو نمیتوانیم فراموش کنیم. ما کشتار 67 رو نمیتوانیم فراموش کنیم. ما رفتاری که در درازای تاریخ با بابیان و بهاییان در ایران شده، یا فشاری که برای یهودیان بوده برای که از دین برگردند و جدید الاسلام بشوند، اینها رو نمیتوانیم فراموش کنیم و نباید فراموش کنیم، برای که اگر میخواهیم یک ایران مدرن، ایران نو، ایران به راستی گسسته از این پلیدی های تاریخی بسازیم، باید این پلیدی های تاریخی رو به یاد بیاوریم و به یاد داشته باشیم و به نسل جوان یادآوری کنیم که دوباره چنین نکنند. در روی دیگر سکه این یادآوری، برجسته کردن رویدادهای بزرگ تاریخ ایران است. ما فراموش نباید بکنیم که در اون دوران بسیار بسیار
پر از درد و رنج تاریخ ایران در دوره قاجار که امیرکبیر توانست پیمان عرض روم رو با دولت عثمانی امضا بکند، میرزا جعفرخان مشیرالدوله مهندس باشی با درد و رنج رفت و مرزهای ایران رو در گفتگوهایی با عثمانی و دولت‌های اروپایی که بر این پیمان نظارت داشتن تنظیم کرد و این کار بسیار بسیار برجسته‌ای بود. ما نمی‌توانیم فراموش کنیم که سپهسالار چه نقش برجسته‌ای در تاریخ ایران در دامن زدن به اصلاحات داشته و بسیاری از چیزهایی که در دوره مشروطه ما به دست آوردیم وامدار کوشش‌هایی است که سپهسالار سالیان خیلی پیش از اون کرده. ما نمی‌توانیم کوشش‌های بزرگان دوران مدرنیته و مشروطه ایران رو فراموش کنیم و نگوییم که چه نقشی اینها در ساختن ایران مدرن داشتند. و اگر چنین است، ما نمی‌توانیم به یکی از قانونمدارترین، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های هوادار یک دموکراسی رایزنانه، یک کوشش برای برقراری یک مشروطه مبتنی بر قانون و سکولار که دکتر محمد مصدق باشه، او رو فراموش کنیم و به یاد نداشته باشیم که با چه دشواری‌هایی روبرو بود و چگونه او رو برانداختند. دو دولت نیرومند جهان در اون هنگام بر پایه همین اسناد و هزاران سند دیگری که در دست ماست هم پیمان شدن تا یک دولت روی هم رفته ناتوان رو در ایران به زانو در بیاورند و فلج کنند و سرانجام او رو براندازند. ما نمیتوانیم این رو فراموش کنیم. چرا باید فراموش کنیم؟ موضوع این نیست که ما میخواهیم حسابرسی کنیم یا میخواهیم گریبان کسی رو امروز بگیریم. نسل اون دوره همه از میان ما رفتن، کسی در میان ما نیست. پدر من از نسل اون دوران بود که چند سال پیش درگذشت و بسیاری از کسانی که به نسل اون دوران در هر دو سوی این چالش مربوط بودند از میان ما رفتند. شاه در میان ما نیست، مصدق در میان ما نیست، بسیاری از کسانی که جایگاهی در اون دوران داشتند دیگر در میان ما نیستند. اما بازبینی این تاریخ، بازبینی راستگویانه این تاریخ وظیفه نسل ماست، برگرده نسل ماست و در این راستا ما نمیتوانیم با این نوع شانتاژ ها، تحریکات که جنازه های تاریخ رو زنده نکنید و کربلای 28 مرداد رو دست از سرش بردارید، در برابر راستی های تاریخ خاموش باشیم. همان گونه که میتوانیم به جنبه های بسیار مثبت اصلاحات در دوره رضا شاه بپردازیم و اونها رو ستایش کنیم و بگوییم در کنار خودکامگی و فساد این اصلاحات هم انجام شده، باید بازگردیم و دوران زمامداری دکتر محمد مصدق رو به عنوان یکی از درخشش های بسیار بسیار محدود دوران مدرنیته ایران به شمار بیاوریم و از این راستا یاد بگیریم، از جمله برای امروز ایران که دخالت دولت های خارجی و رفتار نوکرمنشانه و وابسته کسانی در ایران چه زیانی به تاریخ ایران رسانده. امروز که به ویژه عده‌ای در سودای باز هم تحریک دولت‌های خارجی برای دخالت نظامی در ایران هست.